دوستان عزیز و نازنین، امیدوارم هر جای دنیا هستید دلی شاد، مغز جوان و تنی سالم داشته باشید. آزادی بسیار نزدیک است و امیدوارم که هر چه زودتر لمسش بکنید. این اعتراضات که ادامه پیدا کرده باعث شده که نیروهای سرکوبگر ریزش بسیار زیادی داشته باشند. الان دارن از بچه مدرسه یا برای علیه مردم استفاده میکنن، دارن از بسیجی ها و بچه مدرسه ها استفاده میکنن و به بهانه های مختلف با امتیازات مختلفی که در اینا دارن میدن اینا رو آوردن داخل خیابون. از طرف دیگه امروز خبر بسیار خوبی شنیدم. اون خبر به این معنا که نیروی انتظامی اعلام کرده بود کسانی که در لباس نیروهای دولتی به مردم شلیک کردن عده‌شون رو بازداشت کردن. این به این معناست که دارن عده‌ای از نیروهای خودشون رو بازداشت میکنن و این نیروها رو محاکمه خواهند کرد. به زودی برای پایین آوردن این اعتراضات عده‌ای از نیروهای خودشون رو فدا خواهند کرد. فدا کردن نیروهای خودشون باعث ریزش بیشتر نیروهاشون میشه، چون همکارای اونا میدونن که اینا از نیروهای دولتی بودن و همراه اینا خودشون فعالیت کردن و میدونن که نوبت خود اینها هم خواهد رسید. خبر دیگه هم این بود که دارن پول و طلا از کشور خارج میکنن برای اینکه بتونن بعد از اینکه از کشور فرار کردن امکاناتی داشته باشن و این خودش نشون میده که نیروهای سرکوبگر هم باور کردن که اعتراضات به نتیجه خواهد رسید و به زودی پیروزی در دسترس مردم خواهد بود. چند چیز رو در سایت های مختلف اجتماعی دیدم، در سوسیال مدیا دیدم. عده‌ای از احزاب اپوزیسیون دعوت میکردن که به ایران بیان و از مردم دفاع بکنن و بیشتر نظرشون این بود که از احزاب اپوزیسیون بیان مسلحانه از مردم دفاع بکنن. این همون نقطه‌ایه که باعث پیروزی حکومت جمهوری اسلامی خواهد شد. اگر این اتفاق بیفته جمهوری اسلامی ثبات پیدا خواهد کرد، چون دلیل خواهد داشت برای سرکوب خشن. الان وقتی که مردم رو میخواد سرکوب بکنه به نیروهای سرکوبگر خودش نمیتونه بگه که از اسلحه گرم استفاده کنید. توجیه این برای نیروهای سرکوبگر بسیار سخته، ولی وقتی که نیروهای مقابلشون هم اسلحه داشته باشن توجیه به کار بردن اسلحه بسیار آسان تره. این نقطه ضعف رو امیدوارم که نیروهای اپوزیسیون عاقل‌تر از این باشن که این کار رو بکنن و مطمئن هستم که رشد جامعه به حدی رسیده که نیروهای اپوزیسیون حتی اگر وارد چرخه مبارزاتی هم بشن از سلاح استفاده نخواهند کرد. استفاده کردن از سلاح الان تنها چیزی که خواهد داشت اینه که ایران رو به سمت جنگ داخلی ببره. دعوت از ارتش برای پیوستن به مردم احتمال جنگ داخلی رو بالا خواهد برد. امیدوارم که ارتشی ها عاقل تر از این باشن که بخوان مسلحانه از مردمشون دفاع بکنن. مسلحانه دفاع کردن الان فقط و فقط بهانه به حاکمیت میده که نیروهاش رو توجیه بکنه برای به کار بردن اسلحه گرم. در شرایطی که جنگ داخلی اتفاق بیفته نیروهای حاکمیت دست بالاتری دارن به دلیل اینکه تجهیزات پیشرفته تری دارن و راحت تر میتونن سرکوب بکنن. این همون نقطه ایه که هیچ وقت نباید به سمتش رفت و اگر به سمت این نقطه رفته باشند گروه ها مطمئنن ایران رو به صورت یک جنگ داخلی بلند مدت دوچار یک جنگ داخلی بلند مدت خواهند کرد که پایانش هم مطمئنن دموکراسی نخواهد بود، چرا که دموکراسی با خونریزی به نتیجه نخواهد رسید، بلکه با عفو عمومی به نتیجه خواهد رسید. به الان وقتشه که نیروهای مردمی یا نیروهای اپوزیسیون عفو عمومی اعلام بکنن، نه اینکه سلاح به دست بگیرن و وارد چرخه مبارزاتی بشن. اگر سلاح به دست بگیرن و وارد چرخه مبارزاتی بشن نیروهای سرکوبگر توجیه میشن برای مبارزه سخت‌تر. الان فقط وقتشه که بهشون گل داده بشه، نه اینکه سلاح به روشون کشیده شده باشه. الان اینا که ریزش کردن و قدرت مقابله ندارن، خسته شدن، باید بهشون امکان داده بشه که به مردم بپیوندن و نباید به خشونت متوسل شد. من بازم میگم من موافق عملیات های خشونت طلبانه نیستم، ولی
استفاده کردن از کوکتل مولوتوف و دفاع مشروع رو حرکت خشن نمیدونم، ولی اگر نیروهای اپوزیسیون رو یا ارتش رو دعوت بکنیم به میدان و از اینا بخوایم که مسلحانه از مردم دفاع بکنن، متاسفانه چیزی به غیر از جنگ داخلی، چیزی به غیر از سوریه شدن ایران نخواهد بود و این مصلحت ملی رو نداره. و خواهش میکنم از کسایی که در سوسیال مدیا برنامه دارن اجرا میکنن، این دعوت رو به هیچ عنوان ابراز نکنن و هیچ به هیچ شکلی سعی نکنن که این حرکت رو به سمت خشونت دو طرفه برسونن. نیروهایی که دارن خشونت رو به کار میبرن از طرف حاکمیت دیگه خسته شدن، دیگه بهانه ای ندارن، دیگه دلیلی ندارن برای به کار بردن خشونت و امیدوارم که نیروهای مبارز این نقطه رو بدونن و در شعارهاشون و در فراخوانهاشون دچار این نقطه ضعف نشن و دچار این اشتباه بزرگ نشن. این بزرگترین اشتباهی هست که میشه در این حالت مرتکب بشه و من واقعا نگران این موضوع هستم. ولی خوشحالم از این که مردم رشد بسیار بالایی دارن از لحاظ سیاسی و فریب این نقطه ها رو نخواهند خورد و فریب این توطئه ها رو نخواهند خورد. به امید دیدارتون در آینده ای آزاد و دموکراتیک.